درود بر شما همراهان گرامی کانال خبرچین. یه سری از آدمای اونور آب و اینور آب هستن که فقط دنبال انتقامن. انتقامی که میتونه حس پلید قدرت طلبی اونا رو ارضا کنه و آب سردی باشه روی آتیش وجودهای پر از عقده‌شون. هر کدومشون به یک بهانه و مقصد و منظور اینا از براندازی باز تأسیس دولت نیست. مثلا معصوم قمیکلا در صدد انتقام رابطه‌های جنسی اجباریه که داشته و تحقیرهایی که شده و حامد اسماعیلیون هم به دنبال انتقام زن و بچه‌ش و غیره. مجاهدین جنایتکار خلق هم پس از عمری خیانت در پی انتقام خونهای ریخته شده هم دسته‌های بدتر از خودشونن. این حس انتقام‌جویی در تمام گروه‌های فیک سیاسی و اپوزیسیون فیک وجود داره، 100 جا بیشتر و 1 جا کمتر. و این حس خاص و خطرناک میتونه یک میدان مغناطیسی گسترده و نیرومند ایجاد کنه و همه این آدما و جریانات مشخص رو اطراف یکدیگر جذب کنه. اون موقع میشینن و میگن خب ما همه دشمن مشترک داریم. البته این دشمن مشترک فقط جمهوری نکبت اسلامی نیست. مثلا دشمنی مجاهدین با نهاد پادشاهی ایران نه تنها کمتر از جمهوری نکبت اسلامی نیست که بیشتر هم هست. ولی مردم طفل صغیر نیستن و اگهشون میخواستن حتما تو شعاراشون تو همین جنبش 1401 حتما صدا میکردن. رهبر ما پهلوی، اگه هدفتون آزادی ایرانه پس هدفتون نباید رضا پهلوی باشه، شاهزاده رضا پهلوی باشه، هدفتون باید آزادی ایران باشه. بعد ببینید مردم ایران چه شعاری دارن میدن، همون شعارا رو تکرار کنید، نه اینکه یه شعاری اضافه بر خودتون بسازین بندازین بخواین بندازین تو دهن مردم. هیچ کس الان شعار نه رضا شاه روحت شاد داده، نه نمیدونم شاه ایران برگرد به ایران داده. این همه تظاهرات تو این دوره برگزار شده، یه دونه این شعارا شنیده نشده. پس شما لطفا صدای مردم ایران باشین، نه اینکه بهبر ما پهلوی. قبول نمی کنیم، چی کارش کنیم؟ بعد برمیگرده میگه اونایی که میگن ائتلاف جمهوری اسلامی رو دارن میبرن جلو. خب این حرف حالا ببخشید، این حرف بسیار بسیار غلطیه. ائتلاف فقط بین احزاب کی گفته؟ الایز بین کشورها تشکیل میشه، بین احزاب تشکیل میشه، بین افرادم تشکیل میشه. ترم سیاسی هم نخوندنشون. چه نمیخواد با دیگران ائتلاف کنه، چون میخواد قدرت رو فقط خودش رو دست بگیره. خب من شخصا به عنوان یه آدم، به عنوان یه شهروند بهشون نمیدم. من مشکلی با سیستم پادشاهی ندارم اگه دموکراسی توش رعایت بشه، ولی این آدم اصلا این کاره نیست. مردم ایران هر وقت کاری براشون بکنی آدماشونو میشناسن، به مرور میشناسن آدماشونو. کما اینکه مثلا الان علی کریمی بیشتر ازشون فالو میکنن. برید صفحاشو ببینید. تو که فوتبالیست نمیتونه سیاستمدار باشه، ولی صحبت اینه که مردم میشناسن. خب ایشون هم یه خلبانه، چیزی بیشتر از اون نیست. نه تحصیلات آکادمی که بیرون از مجموعه خلبانی داره، خب یه دانشگاه درسایی رفته خلبان شده، چیزی بیشتری نیست. نه صحبت کردنش نشون داده که ترمای سیاسی رو میشناسه. هیچ کس هم اسم آقای چیزو پهلوی رو توی این تظاهرات اخیر صدا نکرد. اگه صدا کرده دو تا فیلمشو برای من بفرستین ببینیم کجا صدا کرد. هوشیار باشیم و به دروغگویان مثل بهراد توکلی دیگه اعتماد نکنیم. اینا بخشی از مشکل و مانعی برای انقلاب هستن. همینا که مردم رو به فراخوان عادت دادن، فراخوان‌ها رو مقطعی کردند و توصیه به راهپیمایی سکوت کردند و از مردم دعوت کردند که پشت پنجره شعار زن زندگی آزادی سر بدن تا دیگر شعارهای ایرانگرایانه و فریاد زدن خاندان پهلوی توسط مردم کف خیابان فراگیر نشه. پارازیت‌ها رو آنفولو کنید و در این کارزار 3 ماه به هدفمون تمرکز کنیم. پیروزی از آن مردمه اگر هوشیار باشیم.
تجربه کشورهای دیگه چی بهمون نشون میده؟ مثلا در دوران جنگ دوم بعضی کشورهای پادشاهی اروپا در اشغال نازی ها قرار گرفتن و پادشاهانشون منتقل شدن به انگلستان به عنوان تبعیدی. این در این کشورها احزاب مختلفی وجود داشت قبل از ورود نازی ها. حزب سوسیالیست بود، حزب کمونیست بود، حزب محافظه‌کار بود و غیره. ولی در دوران تبعید هم وظیفه مبارزه برای آزادی کشور و پایان دادن به اشغالگری هیتلر و به اصطلاح ارتشش عهده فعالان سیاسی بود. یعنی پادشاه یک نقطه ربط اینا بودش، یعنی همشون میتونستن با پادشاه صحبت بکنن، در حالی که در زندگی عادی اینا مخالف هم بودن، رقیب هم بودن، در انتخابات با هم مبارزه میکردن. ولی یه نقطه تقارن یا تقارب، یعنی نزدیکی به هم شدن وجود داشت. این نقش پادشاه است. الان هم رضا شاه دوم داره همین کارو میکنه. یعنی میدونید یه کسایی هستن که مثلا من به عنوان هوادار مشروطه پادشاهی حاضر نیستن با من صحبت بکنن، منو ممکنه حتی دشمن بدونن، ولی با ایشون صحبت کنن، برای که میدونن که ایشون یک نفع حزبی و شخصی نداره، نفع ایرانی داره. در حالی که من که یه فعال سیاسی هستم، من میخوام طرف خودم برنده بشه، یعنی میخوام یه فعالیتی بکنم که تعداد طرفداران مشروطه پادشاهی زیاد بشه. بعد از دوران گذار اگه مجلس مؤسسان تشکیل دادیم، هواداران فکر من برنده بشن که بتونیم اون سیستم دلخواه منو نگه داریم. یکی دیگه نه، عقیده داره که بعد ایران جمهوری بشه، بنابراین در بعد از دوران گذار بعد در مجلس مؤسسان برنده بشه. ببینید کجا همه با هم میتونیم صحبت بکنیم، فقط با نهاد پادشاه. و این رولیست که ایشون داره بازی کنه، یعنی نباید ایشون رو به عنوان یک رهبر حزبی خرج بکنیم. بعضی وقتا ممکنه که نتایج خوبی هم بگیریم. ببین مثلا خود تجربه محمد رضا شاه خب تجربه جالبی است. اگه دقیق‌تر نگاه بکنیم، محمد رضا شاه اومد خودش رو خرج کرد برای پیشرفت ایران. یعنی اومد وارد میدان مبارزه شد علیه فئودالا، برای تقسیم زمین، برای دادن حق رأی به زنان، برای حقوق کارگران و غیره. همه اینا نتایج خوبی بود، ولی خرجش کرد. ما دو بار از سازمان بین المللی کار مدال طلا رو به ایران دادن، برای که بهترین قوانین کار رو داشت. شرکت کارگران در سهام منافع کارخانه ها، نمیدونم 8 ساعت در روز، تعطیلات، بازنشستگی، بهترین مدل یا الگوی بازنشستگی در ایران بود اون موقع، که الان تو فرانسه دارن سرش میجنگن. میدونی ولی قدر اینا رو ما نمیدونستیم، برای اینکه همینجور اومده بودن بهتون داده بودن. میدونی یعنی اینجوری شاه رو خرج کردید، به جای اینکه ببینید مثلا در آلمان اصلاحات ارضی به 23 سال جنگ منجر شد، در مکزیکو اصلاحات ارضی به تغییر دو رژیم، جنگ داخلی، خون ریزی های زیاد. در ایران نه، اومدن دعات بنده و جناب عالی اینا رو گرفتن پخش کردن، آبم از آب تکون نخورد، کسی هم کشته نشد، ولی پادشاهمون رو خرج کردیم. الان هم ما میدونی در یک مبارزه هستیم که درش زد و خورد هست، افتان و خیزان هست، زخمی عده میشن، لجن مالی هست، تهمت هست، افترا هست، خلاص چیزای کثیف هست. میدونی سیاست یه چیز تمیزی که نیستش، یه محیط کثیفی است. باید یه جایی رو داشته باشیم که توی این محیط کثیف نباشه. میدونی مثلا یه شاغولی باید برای ساختمون وجود داشته باشه. پادشاه اینه، به همین جد لازمش داریم. و این میدونی باشون پادشاهی رو برای ایران میخوایم، نه ایران رو برای پادشاهی. ولی بدونیم چه جوری ازش استفاده بکنیم. میدونی و اینا کاری نداره. منم الان میتونم بیا بگم که بله چرا این رضا شاه والا حضرت پهلوی کاری نمیکند. میدونی مگه روم سرویس مثل هتل اگه من یه زنگ بزنم که ایشون. خودمون باید در میدون باشیم. ایشون نقطه اتکای ایران هست، جاییست که همه همون میتونیم بریم باش صحبت بکنیم، یه شونه ایست که همه میتونیم بریم روش گریه بکنیم وقتی میخوایم گریه بکنیم. میدونی اینو از دست ندیم. و این مسئله نهاد پادشاهی، مسئله شخص و اینا نیستش. و به نظر من هر چقدر این نهاد رو از نظر سیاست‌های روزانه کمتر خرج بکنیم به نفع هممون هستش. حقیقتاً اوضاع خنده‌داریه. شاهزاده رو به زور کشوندم به منبستگیشون که به اون منشور کذایی اعتبار بده. طرحشون که شکست خورد، شروع کردن به تخریب شاهزاده. بعد الان که دیدن اعتبار شاهزاده با این خزعبلات زیر سوال نمیره، میگن شاهزاده بیاد توییت بزنه ما رو که چند ماه داریم تخریبش میکنیم تایید کنه. یعنی حتی برای پهلوی ستیزیشون هم اعتبار پهلوی رو لازم دارن. برای همینه که معتقدم اصلاح طلبان این دفعه دیگه پیروز نمیشن. نمیخوام به بحث غرامت بپردازم، چون این برنامه ثابت اصلاحاته. خیلی خوب، دیگه همه ما یادمونه که چند سال پیش پسر عیسی سحرخیز
مأمور اطلاعات رژیم چقدر وقیحانه به همه فوش میداد که غرامت حق توحش ژن خوب برای زندگی بین ملت وحشی ایرانه. از این نمونه ها زیاد دیدیم، اما بحث امروز هم چیز دیگه ایه. برنده واقعی انقلاب چپی کمونیستی که سعی داشت خودش رو پشت شورت زنانه مخفی کنه نه بایدن نه خامنه ای، اصلاحات بود. این موضوع رو نه به واسطه غرامتگیری معصوم علی نجات که به قول خودش خامنه ای رو کشونده پای مذاکره، به دلیل دیگه میگم. اصلاحات موفق به سرکوب نسلی شد که از عهده خامنه ای الدنگ خارج بود. اصلاح طلبان روش پیروز شدن رو میدونن. اونا چند سال آینده منتظر مرگ خامنه ای خواهند نشست و در این فرصت دو تا کار انجام میدن. اول نفوذ بین ما و جا زدن خودشون به عنوان لیدر انقلاب. دوم همراهی با خامنه ای برای فشار اقتصادی، اجتماعی و روانی بر ملت. و اگر خامنه ای بمیره سخت میشه ملت رو متقاعد کرد حکومتی که حجاب و آزادی های اجتماعی میده و وعده گشایش اقتصادی و سیاسی و غیره میده رو به عنوان دشمن شناسایی کنن. ترس اصلاحات فقط از یک چیزه: اگر دولت انقلابی رئیسی یا سپاه حجاب اجباری رو وردارن، اصلاح طلبان شکست قطعی و تاریخی خواهند خورد. ظاهراً هم چنین تصمیمی گرفته شده و تنها مانع فعلی اصلاح طلبان اول سپاه و دوم ملته. ملت رو میتونن با روش‌های فریب بدن، اما سپاه رو نمیتونن. سپاه اسلحه داره و به احتمال نزدیک به یقین بلافاصله بعد از به درک واصل شدن خامنه‌ای کودتا میکنه. و دلیل محاصره کردن شاهزاده توسط اصلاح طلبان هم همینه که مانع نزدیکی سپاهی‌ها به شاهزاده بشن و دلیل اصرار و صرف انرژی زیاد برای تحریم و زدن سپاه هم همینه که سپاه قبل از جمهوری نکبت بره. حجاب در واقع پاشنه آشیل اصلاح طلبانه و خامنه ای هم گفته این دیوار برلین رو بریزید. اصلا حجاب اجباری رو خود این اصلاح طلبان آوردن. یادتون باشه که احمدی نژاد با جمله معروف مشکل مملکت ما موی جوانان نیست آمده بود تا سرخ‌ها و اصلاحات رو یک جا جارو کنه که نتونست، چون بابا اکبر گشت ارشاد آورد و انداخت گردن باند مموتی. و بیشترین سرمایه گذاری اصلاح طلبان بر حفظ دعوای حجاب و بیهجابه. بیشتر ویدیوهای درگیری آتش به اختیاران و بیهجابان فیک همینه و هزینه کارگردانی و بازیگرانش از جیب فائزه است. بدون حجاب نه غرامتی هست، نه جایزه‌ای و نه مبارزه‌ای و طبیعتاً نه مبارزی. و همه این قهرمانان قلابی باید برگردن سر شغلای اصلیشون. از این رو حرف شاری به ملت بیاد، یک امتیاز به نفع خامنه‌ای الدنگه و دو امتیاز به حساب لاشخورا. شارلاتانیزم اصلاحات با تمام قوا در صحنه است، اما من معتقدم پیروز نمیشن. شعور سیاسی ایرانیان تغییر کرده. ما با آدم‌های 40 سال و حتی 10 سال پیش فرق داریم. شما آدم 10 سال پیش نیستی. خود منم آدم 10 سال پیش نیستم. جوانای جدیدی دوباره به میدان خواهند آمد و جبهه ما مدام در حال رویشه. این بیشه از شیر خالی نخواهد ماند و شیرها و لاشخورها شریک و متحد نیستن. ایده ما ساده است: مثل شیر زندگی کن، مثل شیر بجنگ، مثل شیر کشته بشو و مثل شیر پیروز شو. من همیشه به این نسل اعتقاد داشتم، حتی دو برنامه‌های رادیویی که آقای سعید قائم مقامی یا زنده یاد مهری یا استاد فرازمند نازنینم اجرا می‌کردم، می‌آمدم مصاحبه یعنی تفسیر می‌دادم، همیشه اشاره می‌کردم یک نسلی خواهد آمد، 3 به اضافه 1، هنوز 4 نشده. بسیار سریع نسل 4 و 5 به هم وصل شد. اولا اشتباه نکنید، در زمان ما هم یک نسل دیگری بود، شیک بود اما بدسواد، جریان دیگری بود که فقط کارش چریک بازی بود، کارش این بود که فقط و فقط گل سرخ بخونه. پس در هر جامعه ای یک سری شما شیارها و گسلهای اجتماعی دارید. این توهی شدن و رژیم جمهوری اسلامی بسیار تلاش کرد، ولی بعد که شما متوجه میشید یک عده‌ای جوان میان با هزاران هزار به سوی پاسارگاد میرن که فقط به این رژیم
دهن کجی کنن، پس در اونها اون رگه شیک بودن هست. فعلا فرصت پیدا نکرده به میدان بیا. تا دیروز من وقتی میگفتم سیندرلا های ایرانی، همه اعتراض میکردن، بگید ایران دخت، نمیدونم از این واژه های بسیار مثلا سنگین و وزین. قبول دارم من سیندرلا رو دوست دارم. حالا نگاه کنید، این رژیم به خاطر ترس از همون نسل شیک و سیندرلای شیک مجبور میشه 4 نفر 5 نفر رو داره ببره مثل گلخانه ای، یک جامعه گلخانه ای در ورزشگاه درست کنه که بگه ما زنها رو اجازه دادیم بیان به ورزشگاه. اینقدر ابله هستن که نمیدونن. اولا همه میدونن این ساختگیه، پوتمکینه، اینا گلخانه ایه. شما فرصت بدید همین سندرله ها میشن پاشنه آشیلتون، شما رو میارن پایین. روحت شاد منو که خدا بخشیان که انگار جام جهان نما در دست داشتی، برنامه‌ای داشتی متفاوت با مطالبی متفاوت که گاهی فهمیدنش مشکل بود، وقایعی که تا 4 سال پیش حتی در رویای ما هم نمی گنجید که اتفاق بیفته، همونطور که پیش بینی کرده بودی. هر چه بکنن و بیشترین حمله هم امروز متوجه حضرت آقاست. بیشترین حمله، چرا؟ چون او قائمه خیمه است. موسی در خبری فوری گفته بعد از مرگ خامنه ای قصد داریم که اسناد بسیار زیادی رو از حالت طبقه بندی خارج کنیم. یک سوال اینجا پیش میاد، مگر حال خامنه ای بده که دیروز رئیس دفترش تأکید داشته که حال خامنه ای کاملا خوبه و امروز موسی میگه اسناد بسیاری رو میخواد از حالت طبقه بندی شده خارج کنه؟ نظر شما چیه؟ همیشه تلاش خواهم کرد تا اون زمانی که یا دایی گوله من از بین ببرید یا صدام رو خفه بکنید، در طوری که جان در بدن دارم و نفس میتونم بشنم و قلم میتونم بزنم، مدافع حق تک تک شما خواهم بود، حتی اگر دشمنی پدری با من داشته باشید، بلکه من با شما هیچ دشمنی ندارم. من به خاطر آزادی کشورم تا پای جان مبارزه خواهم کرد. امیدوارم در این راستا تنها نباشم و کمک شما رو داشته باشم. سپاسگزارم. جان کلامی که شهریار ایران مدافع تک تک حقوق مردم ایرانه، حتی مخالفانش، و تا پای جان برای آزادی ایرانمون ایستاده. سخنان شهریار ایران با همه مردم و اپوزیسیون و اینکه هیچ دشمنی با کسی یا جریانی نداره، حتی اگر اونا دشمنی خونی داشته باشن. پاینده ایران، جاوید شاه، تا ابد و یک روز. بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.